حمایت‌های جهانی از مقاومت و انقلاب مردم ایران. استران استیونسون، عضو سابق پارلمان اروپا، با محکومیت بین‌المللی سرکوب وحشیانه معترضان در جریان قیام سراسری که اکنون 7 ماه است ادامه دارد، میتوان تصور کرد که آخوندهای ایران در حد اعتدال درس‌های آموخته باشند. قتل مهسا امینی، دختر جوان کرد، در سپتامبر گذشته توسط پلیس اخلاق به دلیل عدم رعایت حجاب عملی شنیع بود که منجر به محکومیت عفو بین‌الملل و سایر سازمان‌های حقوق بشری شد. استراتژی شلیک به قصد کشتن که منجر به کشته شدن بیش از 750 معترض و دستگیری بیش از 30,000 نفر شده است، اعتراض بی‌سابقه ای را از سوی جهان متمدن برانگیخته است. دکتر محمد الموسوی، نویسنده و روشنفکر عراقی. مهسا امینی، اهل شهر سقز، یک دختر جوان کرد، بهار عمرش را می‌گذراند و در پیش رویش همچون سایر جوانان در هر جایی از جهان یک زندگی مملو و جوش و خروش وجود داشت. البته کسانی هم بودند که در کمین آزادی بودند و به بهانه حجاب در کمین زندگی زنان ایران نشسته بودند. بله، او را با بهانه بدحجابی کشتند. آری، جنایت کردند و کشتند، کما اینکه هزاران نفر را پیش از آن کشته بودند و انکار کرده و کراهت داشتند که بعد از این فضیحت‌ها اقرار هم بکنند. نزار جاف، نویسنده و تحلیلگر عرب. رژیم ایران به این موضوع اذعان نموده که قیام 25 شهریور یک سرفصل است و نمیتوان به ماقبل آن بازگشت. سوالی که مطرح میشود این است که آیا رژیم میتواند با این وضعیت به طور طولانی مدت سر کند و با آن کنار بیاید؟ این همان ناممکنی است که خامنه‌ای و رژیمش خواب آن را میبینند و روزهای آینده بر این امر مهر تأکید خواهد گذاشت. بیانیه پایانی وزیران خارجه G7 ژاپن. ما نگرانی عمیق خود را در مورد نقض سیستماتیک حقوق بشر ایران، به ویژه با تلاش‌های ایران برای سرکوب مخالفان مسالمت‌آمیز از طریق تهدید و ارعاب، تکرار می‌کنیم. ما هدف قرار دادن افراد از جمله زنان، دختران، گروه‌های اقلیت و همچنین روزنامه‌نگاران در داخل و خارج از ایران را محکوم می‌کنیم. ما از رهبری ایران می‌خواهیم که به همه بازداشت‌های ناعادلانه و خودسرانه پایان دهد. عفو بین‌الملل آرژانتین. مهسا امینی به دلیل استفاده نادرست از حجاب دستگیر و کشته شد. مرگ او جرقه بسیج‌های تاریخی در ایران و سایر نقاط جهان شد. 7 ماه بعد این مطالبه همچنان ادامه دارد. در هر کجا که زندگی می‌کنید، کنترل بدن شما ربطی به اختیارات مقامات دولتی ندارد.